سلام با یه سشن دیگه راجع به فاکتورهای نمره دهی به نام فلوئنسی اند Coherence امروز میخوایم حرف بزنیم و چه چیزایی واقعا تاثیر میذاره و چجوری جوری در واقع نمره میشه خب همونجوری که میدونید فاکتور فلوئنسی اند کوهیرنس از دو بخش تشکیل شده یکی فلوئنسی یکم کوئرنس فلوئنسی دو تا مورد هست که توش خیلی مهمه یکی همون بحث در واقع speech ریت یا همون در واقع سرعت حرف زدن شما هرچند کلمه سرعت شاید خیلی کلمه مناسبی نباشه اینکه شما در واقع با چقدر hesitation و پاز صحبت میکنی و سپیچ continuity اینکه که به تونی پشت سر هم حرف بزنی و پیش ببری در واقع بحث تو حرف تو توضیح تو هرچی که هست که خب این دو تا فاکتور توش خیلی خیلی در واقع زیر مجموعه های محسوب میشن و بسیار مهمن که حالا راجبش صحبت میکنیم بیشتر و تو بحث کوهرنس سه تا بحث هست که خیلی مهمه و روش در واقع اگزامینر به شدت با دقت گوش میده ببینه شما این کار رو میتونی انجام بدی و با چه قوتی یا با چه کیفیتی میتونی ارائه بدی یکی اینکه چقدر خوب میتونی ایده ها و جملاتت رو لاجیکلی uh, یا منطقی به هم وصل بکنی و ترتیبشون درسته در واقع اگزامینر یا لیسنر کسی که داره بهت گوش میده هیچ نیازی نیست که تلاش کنه تو ذهن خودش جملات رو به هم ربط بده تا اینکه متوجه بشه منظور شما چیه اگر مجبور بشه که یه تلاشی خودش توی مغزش بکنه تا به نتیجه برسه که منظور چیه خب این خیلی متاسفانه تاثیر بد روی این فاکتور روی نمرت میذاره و خب یکی از راههایی که میشه این کارو کرد استفاده از cohesive devices ها و حالا همه اون زیر مجموعه ساین signposting استفاده از relative clauses استفاده از پروناونا انواع احسام پروناونا ها اینا همش میتونه خیلی خوب در واقع منسجم بکنه ایده ها و جملانلات شما رو به همدیه رفت بده و حالا میدونید که توی بحث اسپیکینگ IS شما چند تا کار هست که بعد توش واقعا مسلط باشید خیلی خوب باشید یکی بحث دیسکشن هست یعنی سوالاتی ازتون پرسیده میشه دو خصوص تو پارت 3 این دیسکاشن حتما اتفاق میفته بده بسون و سوال جواب کردن و ادامه پیدا میکنه ممکنه ممکنه که نه حتما فالو اپ کوشن ازتون میپرسه ببینه چقدر میتونید این دیسکاشن رو پیش ببرید یکی بحث نریشن یا همون داستان سرایی هست که بیشتر تو پارت تو راجبش در واقع خیلی اسس میشه که چقدر میتونی داستان تعریف کنی راجب یه تجربه یه اتفاقی یه چیزی میتونی حرف بزنی at length دو دقیقه و بحث argument اینکه حالا ایده ها اد 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 ها و اینها رو چقدر میتونی رد کنی چقدر میتونی جستیفای کنی خوب و سپورتش بکنی که چرا موفقی، چرا مخالفی، چرا اینجوریه چرا شرایط اونجوریه و اینجور مسائل پس این، این که تو بتونی اینها رو توی این بحث بحث discussion, narration و آرگومنت بتونی ستیج های مختلف حرف زدنت رو مارک کنی با اون signposting لنگویج که وجود داره بسیار بسیار میتونه تاثیر بذاره روی نمره coherence شما در واقع اینکه مثلا توی پارت تو همجور که میبینی شما داری نریت میکنی تقریبا یه تجربه یا داستانی رو تعریف میکنی خب این استیج های مختلف داره معمولا میتونی خوب شروع کنی بعد وقتی میخوای بری سراغ یه بخش دیگه ای از داستان داستانت یا تجربت یا یه سوال دیگه توی اون تسکارد رو میخوای جواب بدی آیا خوب این ترانزیشن رو انجام میدی استیج ها رو مشخص میکنی واضح و به صورت یه در واقع و مرتب و منظم حرف میزنی اگزامینر کیف میکنه خیلی راحت میفهمه چی میگی میتونه تو رو دنبال بکنه یا نه باید تلاش بکنه خودشم تو ذهنش ببینه 20 ثانیه پیش چی گفتی الان چی گفتی اینا رو به هم رفت بده تا, من... تا متوجه منظور شما بشه پس اینا بحث حالا زیر مجموعه های فلوینسین حالا شاید سوال بپرسید خب حالا چجوری این کار رو بکنیم یا چه چیزایی چه کارایی نکنیم که تاثیر منفی بذاره روی نمرمون توی این فاکتور که 25 درصد صد... درصد نمرتون رو تشکیل میده اولیش در واقع همونجوری که گفتم تو بحث فلوانسی language related hesitation ها هست دقت کنید خیلی از بچه ها فکر میکنن که هر پاز و هر hesitation هر مکسی که داشته باشن اینا نمره کم میشه. نه اگر language related باشه یعنی شما دنبال کلمه یا ساختار گرامری میگردی فکر میکنی که الان باید چه جوری present perfect بسازی الان چه جوری باید پسیو بسازی الان اون کلمه به انگلیسی چی میشه اگه دنبال اینایی و پازهات به خاطر این هاست، این مکسات به خاطر این هاست و نسبتا هم زیاد تکرار میشه اتفاق میفته خب به نسبت نمره کم میشه ازت بله ولی بله نه اگه داری فکر میکنی که چی بگی چون کاملا منطقیه یه نترال یه نیتیو سپیکر هم یه اتفاق براش میفته شما وقتی یه سوال ازش میپرسی به خصوص تو پارت 3 حتی تو پارت 2 خب میخواد فکر کنه که چی میخواد بگه و کاملا منطقیه هیچ مشکلی نداره پس مکس هایی که ربط داره به اینکه شما دنبال زبان میگردی و تکرار هم میشه زیاده یا شاید طولانیه خب نمره از دست میده ولی اگه برای فکر کردن هیچ اشکالی نداره شما تا نو هم میتونی تو فاکتور فلوئنس اند کویرنس بگیری و پازهای منطقی داشته باشی مکس منطقی داشته باشی آد... بالاخره آدمی زادی باید فکر کنی و یه سوال جواب بدی دیگه میخوای فکر کنی که چی میشه یا مثلا یه دلیل میاری دنبال یه دلیل دومی یعنی یه کم فکر میکنی چند ثانیه یه دلیل دومی یا یه مثالی به ذهنت میرسه برای اینکه توضیح بیشتر بدی یا کنی هیچ اوکی کاملا اوکی هیچ مشکلی هم نداره چیز دیگه ای که بچه ها شاید فکر کنن که خیلی فکر کنن فلوئنسی فقط یعنی اینکه مکس نداشته باشی نه این یکی از فاکتورهای فلوئنسی است چیز دیگه ای که تاثیر منفی روی در واقع فلوئنسی اند کوهیرنس شما میذاره روی نمرهش اینه که جوابای کوتاه یا ناقص incomplete answer بدی سمت راستی giving short answers or incomplete answers شما اگه جواباتون کوتاه باشه یا ناقص به نظر برسه درست دیولپ نشه درست سپورت نشه اونجور که باید خوب به قوت در واقع سپورت نشه خب مثلا نمره از دست میدی توی همین فاکتور افلوینس انکوهیرنس و یکی از چیزهای دیگه ای که تأثیر منفی روی یه نمره تو میذاره تکراره خیلی موقع تو پارت تو تو پارت سه شاید بعض موقع هست تو, تو پارت اول شما نمیدونی دیگه ایده نداری، حرفی برای گفتن نداری و شروع میکنی تکرار کردن اون چیزی که قبلا گفتی. حالا با همون ایده ها یا با همون کلمات، همون ایده ها رو با همون کلمات قبلی تکرار میکنی. تکرار ایده ها و کلماتی که قبلا گفتی باعث از دست دادن نمره توی فلوئنس و کوهیرنس میشه. بخاطر همین اگه چیزی نداری بگی و میخوای همون قبلی‌ها رو تکرار کنی، این کار رو نکن. تمومش کن جواب تو پاسخ دادن تو بهتر از اینه که هی همون کلمات و ایده ها رو دوباره تکرار بکنی حالا سوال اینه پس منظور از giving short answer چیه چه جوری بتونیم longer answer بدیم بحث continuity چه جوری هست که توی اسلاید قبلی نشونتون دادم یعنی شما توی speaking آیس بعد سه تا کار خیلی خوب بتونید انجام بدید اونم اینکه که باید بتونید نظرتون رو جاستیفای بکنید یعنی بتونید منطقی سپورت یا حمایت بکنید که چرا با این موافقید یا چرا این حرف رو میزنید یا چرا با این مخالفید پس جاستیفایینگ اپینین باید توی این کار خوب باشید و تمرین نیاز داره بتونی خوب نظرت رو بیان کنی و خوبم سپورتش کنی باید بتونی خوب دیسکاس کنی و دیسکاشن رو پیش ببری به خصوص تو پارت 3 این اتفاق میفته و اگزامینر شما رو چک میکنه خیلی خوب ترین شده اگزامینر که این کار رو انجام بده برای پارت 3 به خصوص و سپیکیولیت, سپیکیولیت کنی راجب ایشوز پرابلمز به موضوع مختلف بتونی حالا شما متخصص موضوعی که دارن ازت سوال میپرسن که نیستی لزوما راجش مطالعه یا تحقیق که نکردی یا دکتراشو که نداری ولی میتونی خیلی خوب سپیکیولیت کنی بگی که من میبی شاید ممکنه که hmm? I think I'm not sure one possible reason is that yes از اون لنگویجی که توی سپیکیولیشن هست میتونی استفاده کنی و میتونی راجع موضوعات مختلف سپیکیولیت کنی جاستیفای کنی و دیسکاس کنی خیلی خوب حالا اینو اگه بخوایم یه کم بازش کنیم منظورمون چیه باید بتونی ریزنز بگی ریزنز چند تا یکی دو تا سه تا ریزن دلیل برای حرفی که میزنی راجع ایفکت ها بعض مسئال های پارت 3 به خصوص ممکنه از ازت به ایفکت بپرسن یا خودت تشخیص بدی برای اینکه بتونی یه چیزی رو خوب اصطلاحا سپورت و حمایت بکنی و منظورتون برسونی باید تاثیرش و نتیجهش و ریزالتس بگی توضیح بدید که خیلی خوب جا بیفته مسلما یکی از راهایی که کلاریفای کردن و شفاف صحبت کردن و منظور تو رسوندن مثال خیلی من میبینم بچه ها خیلی کلی حرف میزنن مثال نمیزنن مثال بزنید تو پارت تو مثال بزنید دیتیل بگید تو پارت 3 مثال بزنید مثال های حالا راجبه شد چون جنرال میشه خیلی پرسونال نباشه ولی مثال های کلی بستش بدید به کشورتون به دنیا مثال بزنیم خیلی بعضی سوالای یکی یا دو تا سوالای در واقع سپیکینگ پارت 3 ایلز ازت میخواد اصلا مقایسه کنی میتونی خوب مقایسه کنی مقایسه دو چیز با هم دیگه یا مقایسه گذشته با الان آیا ترند و روند عوض شده شرایط لایف ستایل هر چیزی اینا رو میتونی خوب مقایسه بکنی از ساختارهای گرامری خوب استفاده کنی از اون ساین پست لنگویج ها و کوهیسیو دیوایس های خوب استفاده کنی برای اینکه سویچ کنی بری به گذشته و بعد بیای به الان و اینا رو با هم مقایسه بکنی یا وقتی داری دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنی در واقع زیر مجموعه پس جاستیفایینگ اپینین دیسکاس و اسکیو میتونه اینها باشه ولی فقط همین ها نیست من میخوام چند تا مثال براتون بزنم که خوب براتون جا بیفته ببینید الان این کتاب کمیجه 17 قسمت اسپیکینگش تست دو تو پارت 3 Uh, موضوع راجع به visiting cities on holiday هست سوال اول میپرسه what are the most interesting things to do while visiting cities on holiday ببین به سوال خیلی با دقت بعد گوش بدید میگه what are the most interesting things چیزها what are plural جمع to do یعنی چه کارهایی مهمه یا جالبه که انجام بدیم while visiting cities on holiday شما اگه بگی فقط مثلا بریم سایت سین یا بریم مثلا موزه یه دونه بگی خب این میشه چی؟ میشه مثال incomplete answer. چرا؟ چون سوال داره میگه what are the most interesting things to do؟ پس حداقل دو تا سه تا کاری که میشه انجام داد و باید توضیح بدی و پشتش حالا مثالی supporting sentence um, یه چیزی بیاری که چرا این اینترستینگ چرا مهمتر از بقیه کاراست خیلی بهم به خوش میگذره خیلی خوبه معمولا اکثرا دوست دارن ارزونه مثلا راحته یا هر چیز دیگه پس به سوال باید به دقت گوش بدید از جوانب مختلفی به سوال نگاه کنیم ببینید سوال دوم میگه why why can it be expensive to visit cities on holiday چرا چرا گرونه وقتی میخوایم آن بعضی از شهرها رو حالا بریم ببینیم چرا میتونه گرون باشه why can it be خب شما اگه یه دلیل بیاری شاید این جزوه incomplete answer باشه به خصوص اگه نتونی خیلی خوبم جاستیفایش بکنی و توضیحش بدی و سپورتش کنی خب حداقل دو دوتا ریزن بهتره که بدی یه مقدار giving longer answers بحث اون continuity بحث اینکه بتونی at length صحبت کنی بحث این که بتونی you continue discussing you develop a discussion و خب حالا اون وسط ممکنه examiner یه follow up هم از تو بپرسه و دوباره شما باید همونم جواب بدی و ادامه بدی و سپورت کنی نظر تو حالا بار هر روشی که به ذهنت میرسه ولی من, من اگه بخوام فقط یه دلیل بگم به خاطر اینکه معمولا شهرهای بزرگ مثلا گرونن اکامدیشن گرونه پس مثلا اکامدیشن هتل یا خونه اجاره کردن گرونه پس میتونه از هز هزینه سفر رو بالا ببره، یه دونه شاید خیلی کافی نباشه بهتره که دلایل دیگری هم بیانی اصلا چرا گرونن شهرهای بزرگ یا هر چیز دیگه که به ذهنت میرسه یا مثلا سوال سومش رو نگاه کنید توی همین موضوع میگه گوش بدید Do you think it's better to visit cities alone or in a group with friends و این دوباره اینجا بحث مقایسه دو تا چیزه visit cities alone یه چیز یا visit cities in a group with friends خب اینو اگه بخوای یه طرفش رو فقط بگی یا یه مورد بگی شاید خیلی نه در واقع جواب خوب و کاملی ندادی و این تاثیر منفی میذاره روی نمره fluency and coherence حداقل یکی دو مورد از هر کدوم اینکه مثلا حالا مزیت یا بهتر مز... بگم مزایای اینکه آدم تنهایی سفر کنه چیه مزایای اینکه آدم گروهی سفر کنه چیه؟ معایبش میتونه چی باشه و در نهایت برسی به اینکه م... کدوم بهتره. حالا نظر شخصی تو بده، این چشگاهی نداره. سپورت کنی ولی حداقل دو مورد از هر کدوم اون طرف قضیه رو نگاه کنی در واقع یه طرف قاضی نری بگی اوکی به نظر من بهتری که با دوستا بریم به این دلیل و این دلیل و این دلیل. ولی خب ممکنه تنهایی سفر رفتنم این مزیت داره. هر حال باید هر کسی تصمیم بگیره ببینه اولویتش چیه من اگه بخوام برم مثلا نظرم اینه این میشه که هر دو جهت رو قشنگ خیلی خوب با هم مقایسه بکنی یا مثلا حالا موضوع بعدی The growth of cities یا همون بزرگ شدن یا رشد شهرها همون سوال اول دوباره وای گفته why have cities increased in size in recent years و اینم اگه شاید یه دلیل بگی و شاید خیلی همون یه دلیلم هم خوب نتونی سپورت بکنی توضیح بدیم خیلی جالب نیست به با... ب... خاطر همین بعد نیست یکی بگی خوب سپورتش کنی بعد بگی اوکی okay, می think else دیگه چی دیگه چه دلیل بعد یه چیز دیگه به ذهنت میرسه اونم بگی اونم سپورت کنی یا مثلا سوال بعدی گفته what are the challenges challenges ببین plural created by ever growing cities خب اینم دوباره یه دونه گفتن مثلا همون incomplete answer هست یا حالا شورت انسر منم گفته چالنجیز پس حداقل دو تا چالنج رو نگران تایم نباشید مدیریت زمان با اگزمینر وظیفه شما نیست وظیفه مدیریت زمان با اگزمینر اون هر جا دید شما رو پاز میکنه و اصلا هم ناراحت نشید که چرا پازتون کرد هیچ نداره اون باید مدی... زمان زمانو مدیریت کنه پارت 3 رو 4 چارب... الا 5 دقیقه تموم کنه وظیفش بخاطر همین غلطتون میکنه تا بره سوال بعدی بپرس. بپرسه شما وظیفت چیه وظیفت اینه که حرف بزنی ات لنگث طولانی سپورت کنی از منظره مختلف به یه سوال نگاه کنی خوب مقایسه بکنی خوب جاستیفای بکنی نظرت رو خوب بتونی دیسکاشن رو پیش ببری اگزمپل بیاری درسته وظیفه شما اینه یا مثلا سوال آخر گفته این what ways do you think cities of the future will be different to cities today ببین میگه این what ways اس داره بازم دقت کن و دقت سوالو گوش بده پس اینم شاید از یه منظر نگاه کردن به که cities of future از این منظر نسبت به cities of today متفاوت خواهند بود کم باشه از منظرهای مختلف میشه به یه شهر نگاه کرد درسته؟ بحث حالا infrastructureش هست زیر ساختش بحث ساختموناش هست بحث فسیلیتیز، equipment بحث تکنولوژی. بحث چه میدونم آب و هواش هر چیزی میتونه باشه میشه از منظر مختلف به این سوال نگاه کرد و بحثش کرد و بحث رو پیش برد شما حداقل دو تا وقتی گفتم باید حداقل دو تا مورد رو باید توضیح بدی و بعد دیتیل بگی سپورت کنی که چرا رو چه حسابی به چه دلیل این اتفاق فکر میکنی خواهد افتاد و این the future اینا مثلا متفاوت خواهند بود شهر از این منظر نسبت به شهرهای امروز امیدوارم براتون مفید بوده باشه پس برای اینکه در واقع سامرایزی بکنیم چیزهای مهمی که تاثیر منفی روی فلوئنسیان تو میذاره: repetition of ideas and vocabulary words هست، giving short or incomplete answer، اینکه نتونی خوب دیولپ بکنی و پیش ببری بحثت رو خوب جستیفای نکنی، مثال نزنی مقایسه درست نکنی از منظری مختلف به یه سوال نکنی نگاه نکنی بحثو پیش نبری. با یه مورد سریع دو سه تا جمله به خصوص تو پارت 3 جمعش کنی. تو پارت تو دو دقیقه صحبت نکنی کمتر حرف بزنی. یه دقیقه زیر یه دقیقه حتی یه دقیقه خوردهی هم خیلی کمه. اینا تاثیر منفی روی نمرت میذاره باید بتونی سپیک ات لنگت رو چک میکنن طولانی حرف بزنی. و هسیتیشن و پازهایی که ربط به گرامر و وکابیولیری داره. یعنی شما دنباله منبع لکسیس یا لکسیکال ریسورس میگردی یا دنبال حالا ساختار گرامری داری فکر میکنی چه جوری جمله رو بچینی اینا اگر زیاد باشه طولانی باشه نمرت رو کم میکنه ولی اگر داری فکر میکنی که چی, چی میخوای بگی اصلا هیچ اشکالی نداره و نگرانش نباشید موفق باشید